با آقای حامد فرمند هستیم، فعال حقوق کودکان. خوش آمدید آقای فرمند. حقوق کودکان رو ما از هر منظری بهش نگاه کنیم در جمهوری اسلامی رعایت نمیشه. اگه بخوایم فقط چند مسئله همین هفته های اخیر از زمانی که اعتراض ها شروع شدند و در موردش صحبت کنیم، به عنوان مثال خب دست کم 24 کودک بر مبنای اینکه هر کس زیر 18 سال سن داشته باشه کودک به حساب میاد، تو خیابون‌ها کشته شدن یا زیر شکنجه کشته شدن. دستگیر شدگان هم باید مقدار زیادشون کودک باشن. جانشین فرمانده سپاه میگوید که میانگین سنی بازداشت شدگان 15 سال. اگر ریاضی یک اپینیون نباشه و یک علم باشه، میانگین یعنی حد متوسط. برای اینکه شما 15 داشته باشی در کنار جوانای 18 20 ساله باید بچه های 10-12 ساله هم دستگیر کرده باشیم، وگرنه به میانگین 15 سال نمیرسیم. خب این در خلاف تمام معاهدات و تعهدهای بین المللی که خود جمهوری اسلامی هم امضا کرده. نظر شما رو میخواستم بدونم به عنوان فعال حقوق کودکان، چطور میشه یه نظامی حقوق کودکان خودش رو در این حد بسیار واضح زیر پا بگذاره؟ متاسفانه چیزی که ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم از ابتدای انقلاب، از زمان به روی کار آمدنش، مجموعه ای از حقوق، حالا مشخصا چون داریم در مورد کودکان صحبت میکنیم، مجموعه ای از حقوق این کودکان رو نادیده گرفته. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یک بخشی برمیگرده به اون نگاه ناقص و نگاه غیر علمی، نگاه ایدئولوژیک و نگاه اضافه میکنم مرد سالارانهی که به کودک داره، و بخشی هم اون تمامیت خواهی که باز دوباره با اون بخشی از اون نوع تسلطگرایی مردسالارانه برمیگرده مرتبط میدونم. اینکه میخواد اون تسلط خودش رو روی گروه های مختلف رشون بده، و اولین گروه هایی که الان خب این جنبش به نوعی متعلق اونهاست زنان هستن که قربانی این شکل از تمامیت خواهی میشن و اون تسلط تلاش میکنه اون نظام براشون حاکم بکنه. در مورد کودکان هم همین اتفاق میفته، یعنی به دلیل اون آسیب پذیری و دلیل اون محدودیتی که کودک داره برای استیفای حقش، برای آگاهی از حقش و خواستن اون، از این فرصت استفاده میکنه و این حقوق رو پایمال میکنه. این در تغییر قوانینی که در اواخر، به خصوص اواخر دوران پهلوی تلاش شده بود تا اصلاحاتی درش صورت بگیره در مورد کودک، در مورد خانواده، خودش رو نشون میده. قوانین مرتبط با قصاص که قتل کودکان رو هم شامل میشه، قتل حکومتی کودکان، قوانین مرتبط با ازدواج کودکان که در یه دوره 9 سال بود و بعد برای دختران تا 13 سال افزایش پیدا میکنه، اما عملا در نوع نگارش قانون و نوع برخورد حکومت با این موضوع تفاوتی نمیکنه. کودک در سنین بسیار کمتر هم میتونه حتی رسمی ازدواج بکنه. در مورد دستگیری کودکان اتفاق میفته، کودکان سنین کم میتونن دستگیر بشن، میتونن در شرایط نامناسب نگهداری بشن، کودک سرباز به همین شکل. یعنی انواع این چیزی که الان ما به صورت خیلی فشرده، این نقض فاحش حقوق کودک رو به صورت فشرده میبینیم، در طول این 43 سال به دلیلی که اشاره کردم اتفاق افتاد. و همین رو هم میبینیم که اراده‌ای برای اینکه تغییراتی که مرتبط بود با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی، یعنی امضای پیمان نامه در سال 72 بعد اتفاق میافتاد، یعنی تغییرات در قوانین به کندی خیلی زیادی اتفاق میفته. با این حال همین الانش که ما با هم صحبت میکنیم، ما قانون حمایت از اطفال نوجوانان داریم 2 سال پیش امضا شده، ما قوانین مربوط به قوانین قانونی کیفری رو داریم که تمام اتفاقاتی که در مورد کودکان الان داره میفته، از ورود به مدارس، روبودن کودکان، نگهداری اونها در شرایط
بین در انفرادی یا در بازداشتگاه بزرگسالان و غیره و شکنجه اونها، تمام اینها رو منع کرده و سازوکار مشخصی براش قائل شده. اما میگم چون اراده برای اجرای چنین قوانینی وجود نداره، هم میگم تصویب چنین قوانینی سالها زمان برد و همین که اساسا در اجراش ما میبینیم که تعلل جدی وجود داره. ما دیدیم که در دو سه هفته اخیر یک شماری ویدیو و یا خبر که به خاطر تداوم اعتراض ها و به نوعی مشکلات نظام برای مقابله با اعتراض ها و سرکوب اونها، تعدادی کودک هم استفاده کردند. خبرهاش هست، ویدیوهاش هست، لباس نظامی تنشون کردن، با باتوم و کاسک فرستادنشون توی خیابون. خب ما میدونیم استفاده از کودکان در زمان جنگ جنایت به حساب میاد. فکر میکنم که در این چنین شرایطی هم، یعنی استفاده اونا به عنوان نیروی پلیس و نیروی سرکوب هم قابل مقایسه با همون استفاده از کودک سربازان باشه و جنایت به حساب بیاد. شما فکر میکنید که دلیل اینکه جمهوری اسلامی است کارش به این جا رسیده که کودکان استفاده میکنه فقط کمبود نیروه، یا میخواهد به نوعی نشون بده که در تمام بخشای جامعه هنوز هم طرفدارانی داره؟ ببینید، بحث کودک سرباز یک موضوع پیچیده و تاریخ داریست. در مورد خود جمهوری اسلامی بعد از جنگ، چون پیمان نامه سال 68 در سازمان ملل به تصویب میرسه و ایران هم 72 بهش میپیونده، اون رو اگر فقط بذاریم کنار، بعد از جنگ اون سازمانی که سازوکار قانونی که شکل گرفته بود، یعنی بسیج دانش آموزی که حداقل نیم میلیون کودک رو روانه جبهه ها کرد، حداقل 40,000 نفر از اونها رو به کشتن داد، سرپا میمونه. و نه تنها این اتفاق میفته، بلکه همزمان با اینکه ایران داشته مذاکراتش رو در دنیا میکرده و نشون میداده که احیانا تلاش میکنه در شکل‌های مختلف کودکان رو داخل ایران حمایت بکنه ازشون، قانونی رو در مجلس تصویب میکنه، همون مجلسی که پیمان نامه رو امضا میکنه، و طبق اون در سال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 75 هست که قانون توسعه و تکمیل توسعه و تشکیل و توسعه سازمان بسیج دانش آموزی، یعنی بسیج دانش آموزی تبدیل به سازمانی زیر شاخه خیلی تعریف شده، زیر شاخه بسیج که زیر شاخه نهاد نظامی سپاه هست قرار میده. و در اون قانون هم سازوکار خیلی تعریف شده و مشخص و قانونی رو تدوین میکنه برای ارتباط این نهاد با نهادی که مسئولیت آموزش کودکان داره، یعنی آموزش پرورش. یعنی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم سازوکار قانونی براش تعریف شده و مکانیزمی برای جذب، تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه، که درستی اشاره کردید که همون شرایط جنگی رو داره، خیلی تعریف مجزایی براش در ادبیات بین‌المللی در حوزه کودکان و مناقشات مسلحانه وجود نداره، استفاده میکنه. به این ترتیب حالا اینکه چطور میشه که کودکان در با چه فلسفه‌ای کودکان وارد این پدیده میشن، جذب میشن، هم از طرف خودشون جذب میشن، هم از طرف حاکمیت جذب میشن، یه بخشش برمیگرده به همون نگاه غیر قانونی، نگاه مردسالارانه و نگاه تسلطگرایی که حاکمیت داره برای اینکه کودکان رو به شکل‌های مختلف تحت سلطه قرار بده و با اون نگاه خودش هم حقوق اونها رو نقض میکنه. و بخشش هم برمیگرده به اون ویژگی‌هایی که نوجوان و به خصوص نوجوانان، هرچند از سن 11 سالگی میتونن عضو بسیج بشن، ولی دیگه کم کم از نزدیکای 15 سالگی اسلحه دست میگیرن سرد یا گرم و ازشون عملا استفاده میشه در طول این سالها، هم در سرکوب اجتماعات و در بحث های مرتبط با امر معروف و نهی از منکر و غیره ازشون استفاده شده. اون هیجانات نوجوانی است، اون
نیازهایی که دارن و جای دیگری وجود نداره قانونا. اینها میتونن با دوستانشون در قالب این بسیج دانش آموز عضویت در بسیج تفریح کنن، مسافرت برن، در کلاس و جلسات مختلفی شرکت بکنن، بخشش اون جلسات ایدئولوژیک، بخشش آموزش‌های نظامی است، بقیه‌اش مجموعه چیزهایی است که کودکان هم ازش میتونن لذت ببرن و استفاده ببرن. اما در دراز مدت آسیب‌های جدی رو میبینن، نمونه‌های از اونها اومدن بیرون و روایت کردن و گفتن که چطور هنوز هم کابوس میبینن و آسیب میبینن. ولی حاکمیت یه بخشی از اون شرایط اقتصادی اجتماعی استفاده میکنه، یه بخشی از این ویژگی‌های نوجوان استفاده میکنه و یک بخش زیادی هم از اون موقعیت اون سلسله مراتبی که حاکم هست بر این فضا، یعنی وقتی کودک به دلایل مختلفی که عرض کردم جذب این موقعیت میشه، اون سلسله مراتب میتونه کودک رو در موقعیت ضعیف شده تری قرار بده و کودک برای اینکه از اون موقعیت در بیاد، اگر نخواد خارج بشه از اون مجموعه، برای اینکه پذیرفته بشه، برای اینکه بتونه بمونه و بتونه کمتر آسیب ببینه، خشونت می‌ورزه و تلاش می‌کنه به اون ابزارهای خشونت دست پیدا بکنه. این مجموعه ای از اینها هست. لزوماً معناش، هرچند که تفسیر میشه و ممکنه هم درست باشه، معناش این نیست که حکومت کمبود نیرو داره. میگم در طول تمام این سال‌ها از این نیروها استفاده می‌کرده. بخشی از بدنه سرکوب جمهوری اسلامی همین کودک سربازان هستند. یکی از مشکلات کل جامعه در جمهوری اسلامی مسئله اعتیاد سال‌هاست. اخیراً آقای سلمان زاکر که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است، گفته که سن اعتیاد در ایران بین 10 تا 12 سال رسیده، یعنی مدرسه راهنمایی. خب ما می‌بینیم که ولی نماینده یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یعنی زیر مجموعه سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی، دقیقاً 3 روز بعد از اینکه خبر قتل نیکا، این دختر 17 ساله، اومد، در یک مراسمی تجلیل میکنه از جمهوری اسلامی به اینکه در زمینه اعتیاد کودکان کارهای شگفت‌انگیزی کرده. هیچ اشاره‌ای هم به کشته شدن نیکا و دیگر کودکان در اون روزها نمیکنه. به نظر شما نماینده یک نهاد بین المللی میتونه چشمشو روی کشتن کودکان، استفاده از کودکان به عنوان نیروی سرکوب ببنده؟ تازه اونم به در تجلیل از یه چیز دروغی، برای اینکه سن اعتیاد به گفته نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس من 10 تا 12 ساله. متاسفانه نقد به نهادهای بزرگی مانند یونیسف نقد طولانی مدت و گسترده است و خاص ایران هم نیست. فعالان مختلف در دنیا این نهادها رو به شکل‌های مختلفی نقد می‌کنند. عمده این نقدها نقدهایی است که مربوط به ساختار این نهادها میشه، نهادهایی که بوروکراتیکند، خیلی بزرگ هستند و به هر حال برای ماندگاری خودشون هم احیانا ممکنه سازوکارهایی داشته باشن که لزوماً با اون سازوکارهای دموکراتیک و اون قواعدی که خودشون تدوین کردن همخوانی نداره. با این حال به هر حال اون چیزی که ما امروز از راهنماها، مستندات که حاصل بخشی از فعالیت این نهاد هست داریم، خب تجربیات ارزشمندی است و اطلاعات بسیار مفیدی است. اما نقدی که در مورد ایران میشه، این رو نمیتونم دقیق بگم، حداقل بر اساس اون چیزی که بعضا شنیدم از تلاشگران و کنشگران دیگری که فعالیت میکردند، شاید بشه گفت، میگم این بخش خیلی دقیق نیست، ولی شاید بشه گفت تا سالهایی، حداقل تا بخشهایی از دوران اصلاحات و یا کمی بعد از اون، این نقد همچنان همون نقد جهانی بود که وجود داشت، به همون به خاطر اون
کندی به خاطر اون بزرگی این سازمان نقد هایی بهشون به این نهاد هم میشد، ولی شاید به دلیل اون غلبه نگاه سیاسی اجتماعی که در داخل ایران هم حاکم بود و بعضا بخشی فعالان خارج از ایران هم ممکن بود همون نگاه رو داشته باشن و اینکه به هر حال در دل همین ساختار موجود ممکنه بشه تغییراتی ایجاد کرد، ممکنه بشه با بخش هایی از این بدنه تعامل کرد و تغییر ایجاد کرد. یونیسف هم تو همین چارچوب دیده میشد، اینکه خب با نمیدونم نهاد انتخابی دولت مذاکره میکنه، یک فعالیت قابل قبول رو پیش میبره، ولی احیانا بخش های دیگری رو چشم پوشی میکنه برای اینکه بتونه کار خودش رو پیش ببره. اما اون چه که این نقد رو الان خیلی جدیتر میکنه، از زمانی است که دیگه ما از این یعنی جامعه از این مرحله عبور میکنه و نشون میده که اون چه که اون موقع داشت نمایش داده میشد واقعیت نداشت و اون ساختار ساختاری نبود که حالا مشخصا دوباره برگردیم به حوزه کودک که بخواد کودک رو ازش مراقبت بکنه. در تمام اون سالهای دوران خاتمی و احمدی نژاد و بعد روحانی فعالان تلاش زیادی کردند که بی‌نتیجه موند تا نهایتا بعد از حدود 10 سال بخوان برسیم به یک قانون جامعی که حقوق کودک رو نگه داره. در تمام اون سالها بحث ازدواج کودک بود، در تمام اون سالها کودکان کار بودن تا افزایش پیدا میکردن و مجموعی از نقض حقوقی که هیچ اقدام جدی و پایدار و ریشه‌ای برای رفع اونها اتفاق نیفتاد. خب اینها الان دیگه برای بسیاری روشن شده و خب اون مجموعه اتفاقات بعد از سالهای اخیر مشخصا 98 هواپیما و 1400-1401 نشون میده که خب ما با اشکالات ساختاری جدی مواجه هستیم در حفاظت از کودکانمون. توی این چهارچوب نقد به یونیسف دیگه از اون نقد کلی اون نهاد بزرگ خارج میشه و تبدیل میشه به یک نهادی که نقد به یک نهادی که نه تنها چشمش رو بر بسیاری از نقض حقوق کودکان میبنده، بلکه به نوعی کمک میکنه به این سیستم تا اون فعالیتاش رو ادامه بده، سرکوبش رو ادامه بده بدون هیچ پاسخگویی و بدون هیچ بازخواستی، بلکه به قول شما که به درستی اشاره کردید وارد حوزه‌ای میشه که جمهوری اسلامی همیشه انجام داده، یعنی اون حوزه دروغ گفتن، روایت ساختن و اطلاعات غلط رو بازنشر کردن. همونجور که شما هم اشاره کردید سال‌هاست که خود مسئولین، نه تنها کارشناسان مستقل و متخصصینی که تو حوزه اعتیاد کار میکنن، بلکه خود مسئولین راجع به کاهش سن اعتیاد و شکست خوردن فعالیت هایی که جمهوری اسلامی برای جلوگیری و پیشگیری از بحث اعتیاد کرده، که بعضا حتی میتونم بگم که خیلی از این طرح ها در کاغذ مونده، اصلا عمل نشده که بخوایم بگیم شکست خورده، صحبت میکنن و حالا از یک نهادی که تا حالا نقد میشد که چرا سکوت کردی و چرا واکنشی نشون ندادی، ما چنین حرفی رو در چنین شرایطی میشنویم که خب خیلی متاسفانه شرم‌آوره. در همین شاید یک هفته قبل از همین ماجرا بود که یونیسف جهانی یک بیانیه ملایمی رو منتشر میکنه، محکوم میکنه شرایط ایران رو، کودکان رو. یونیسف ایران حتی همون بیانیه رو هم در صفحات خودش بازنشر نمیده. اینقدر میگم تا پیش از این چیزی که شما اشاره کردید، نقل قولی که کردید، محافظه کارانه و الان هم در کنار اون سیستم سرکوب، این نهاد همیشه تلاش کرده ساختارش که به نوعی رفتار بکنه که توی بتونه تو همون چارچوب بمونه، یعنی مورد احیانا اخراج نشه به عنوان یک نهاد بین المللی حوزه حقوق کودک. اما خب کارکردی که ما ازش داریم میبینیم نه تنها عمل نشدن به اون وظایف ساختاریش هست، بلکه همراه شدن با اون سیستم سرکوب هست متاسفانه. با سپاس فراوان آقای فرمانده از اینکه با ما همراه بودید. ممنون از شما از دعوتتون.